خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. نیروهای اپوزیسیون سوریه صبح امروز بزرگترین میدان تولید نفت بشار اسد در شرق کشور در استان دیرالزور را به کنترل خود درآورد. بر اساس گزارش رویتر بدین وسیله تولید کامل داخلی نفت بشار اسد قطع می شود و بشار اسد فقط به واردات نفت از رژیم ایران وابسته می شود. منابع گزارش رویتر بدین ترتیب کلیه میدانهای نفتی بشار اسد از کنترل وی به طور کامل درآمده و در دست اپوزیسیون قرار می گیرد. سوریه قبل از جنگ داخلی 370 هزار بشکه نفت تولید می کرد که اساساً به اروپا صادر می شد که پس از شروع جنگ‌های داخلی و تحریم نفتی علیه بشار اسد صادرات نفت به طور کامل قطع و دیکتاتور سوریه اساساً ارتش خود را از نفت داخلی و رژیم ایران تغذیه می کرد. از سوی دیگر تلویزیون الجزیره گزارش داد گردان‌های اپوزیسیون سوریه در این عملیات بعد از درگیری‌های سنگین 7 تانک و مقادیر زیادی سلاح و مهمات و خودروی موجود در این منطقه را نیز به غنیمت گرفتند. بمباران و گلوله باران شهرها و مناطق مختلف سوریه امروز نیز به شدت ادامه داشت. نظامیان جنایتکار اسد شهر حلب را به شدت بمباران کردند که بر اثر آن حداقل 40 تن کشته شدند. در میان کشته شدگان تعدادی زن و کودک نیز دیده می شود. مناطق مسکونی شهرهای حما، هومس، درعا، دمشق و حومه آن نیز توسط بشکه‌های انفجاری و هواپیماهای جنگی به شدت بمباران شدند که بر اثر آن 10 تن از مردم بیگناه سوریه کشته و مجروح شدند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در حومه هومس دست به پیشروی زدند و شهرک اسمت در حومه شرقی این شهر را به طور کامل به کنترل خود درآوردند. در حومه دمشق نیز یگان‌های ارتش آزادی موفق شدند تعدادی از مراکز نظامیان اسد را در حاشیه جاده کمربندی جنوبی منهدم کنند. در این تهاجمات 25 تن از نظامیان اسد کشته شدند. با دو خبر از سایر کشورهای جهان اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. مردم آمریکا در 50th anniversary ترور جان اف کندی یاد یکی از محبوب‌ترین رؤسای جمهور این کشور را گرامی داشتند. در سراسر آمریکا در هر نهاد و یا بنایی که نام کندی بر آن گذاشته شده است، مراسمی برگزار شد و با 1 دقیقه سکوت یا نیایش و گذاشتن دسته‌های گل برای احترام به رئیس جمهور سابق آمریکا تمام پرچم‌ها به حالت نیمه افراشته درآمدند. دالاس در ایالت تگزاس، شهری که 50 سال پیش در 22 نوامبر سال 1963 میلادی شاهد ترور جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا بود، برای نخستین بار شاهد برگزاری یک مراسم رسمی در تجلیل از کندی بود. شهردار دالاس با ایراد سخنانی در محل ترور کندی گفت: این ترور قلب همه ما را شکست. همزمان با برگزاری این مراسم رسمی با حضور مقام‌های دولتی و فدرال، مراسم خانوادگی بزرگداشت جان اف کندی در گورستان ملی آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن نیز برگزار شد. اسپانیا دستور دستگیری رئیس جمهور سابق چین را صادر کرد. دادگاه ملی اسپانیا حکم بازداشت و دستگیری 5 مقام بلندپایه سابق چین از جمله جیانگ زمین رئیس جمهوری و لی پینگ نخست وزیر این کشور را به اتهام قتل عام مردم تبت صادر کرده است و قصد دارد از پلیس بین المللی اینترپول بخواهد در این زمینه همکاری کند. رسانه‌های اسپانیایی گزارش دادند که دادگاه ملی اسپانیا ماه گذشته میلادی این تصمیم را گرفته و همین امر خشم دولت و مقام‌های بلندپایه چین را برانگیخته است. روزنامه ال موندو چاپ مادرید نوشت: حکم بازداشت یاد شده علاوه بر جیانگ زمین و لیپینگ، کیاو شی رئیس سابق امنیت چین و مسئول پلیس مسلح خلق، چن کیویان دبیر حزب کمونیست در تبت بین سال‌های 1992 و 2001 و پنگ پیون وزیر برنامه‌ریزی خانواده در سال‌های دهه 80 میلادی را در بر می‌گیرد. این روزنامه افزود قدرت مانور دولت اسپانیا برای جلوگیری از روند قضایی پرونده و کاهش بحران دیپلماتیک با چین در این زمینه بسیار محدود است.